این هم حکایت ما بود که برات گفتم جناب سروان. من اگه جای جناب سرنگ بودم میدونستم باید چی کار کنم، اما ایشون واقعا آقایی کردن. حالا چی گفتن بهت؟ هیچی نگفتن. همه هیچی نگفتن از که داره دیونه هم میکنه. باور کن دیشب تا حالا خواب به چشم نیامده. خب پس حل دیگه، فکر کن ایشون متوجه نشدن چی کار کردی. جناب سروان ببخشند، خیلی ببخشند، من ممکنه سادم خری باشم ولی بگه بچه نیستم. خب فکر کن فهمیده اما چیزی بهت نگفته. ها؟ من باید بفهمم میخواد چه بلایی سری من بیاره. بابا عمرم رو گذاشتم تو این کار، مهمترستون من باید برم معذرت خواهی کنم. میفهمی؟ نمیشه آقا، ایشون کار دارن. برو عزیزم، برو بذار به کارمون برسی. قربونه قدرت برم، تا عمر داری نوکره. یه کاری کن، من دو دقیقه فقط برم تو اتاق جناب سرم. خواهش میکنم آقایی کن، نوکره. خیلی خوب، بشین بشین ببینم چیکار میتونم واسط بکنم. خدا عمرت بده. بفرمایید. یالا آقای رفیق‌زاده. سلام جناب سرای. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بشینید. من از بابت این برای شماست. لیست کارهایی که باید بکنین رو براتون نوشتم، در مورد تکمیل گلکاری و فضای سبز محوطه‌های مسکونی و گردانا. اقلام گلوگیاهی هم که میخواییم براتون نوشتم. به چشم، ولی من برای معذرت خواهی خدمتون رسیدم. بابت چی؟ برای همون قضیه دیرو. راجب اون قضیه اگه صحبت نکنیم فکر کنم بهتره. بفهم بفهم بشه. میدونی چیه آقا بهادر؟ هر آدمی ممکنه مرتکب خطا و اشتباه و گناه بشه، ولی اگه جلوی بقیه راجبش حرف بزنه گناه بزرگتری مرتکب شده. کسی که باید ازش عذرخواهی کنی من نیستم. ولی شما فرمانده. نه، همه تعارفه. خدا فرمانده واقعی هممون، باغبون هممونه، باغبونه گلستان پهناور که مخلوقات رنگ و رنگش گلاشن. اگه ببینه یکی از گلاش خراب شده، پژمرده شده، خب غمگین میشه. اگه واقعا پشیمونی به باغبون و فرمانده واقعی خودت قول بده. کار تو از کی میخوای شروع کنی؟ از فردا. نه از همین امروز، اصلا از همین الان. فقط با کمال سلیقه باشه. چشم. یا علی. جناب سرای خیلی آقای. به سلامت جناب سرای، خیلی دمتون گرم. جناب سرای خیلی دوستتون داری. به سلامت جناب سرنگ. چشم.
از اتاق سرهنگ که زدم بیرون انگار دوباره به دنیا آمده بودم. حرفای سرهنگ تأثیری رو من گذاشته بود که تصمیم گرفتم سالم زندگی کنم. از اون به بعد مریدی جناب سرهنگ عباسی بابایی شدم. یه روز فهمیدم که بی خودیم مریدی عباس آقا نشدم. یکی از فرمایشات مولا علی علیه السلام تو نامه هاشون به مالکش در این است که ای مالک، اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، مبادا به هنگام روز به روی او آوری، شاید قبل از صبح توبه کرده باشد و تو ندانی. شهید بابایی مرید مولا علی بود که گناه منو بخشید و برون نهید. هر سال سالگرد شهادتش میرم قزوین سر خاکش. ناشنا یه سال یکی بهم گفت شما هر سال میرم سر خاک این شهید، باش نسبتی داری؟ گفتم نوکرشم. گفت عباس هیچ وقت نوکری نداشت. گفتم ببخشی ایشون باغبونی من بودن. گفت اشتباه اومده، ایشون خلبان شهید سلشگر بابایی هم. گفتم ولی باغبونم، باغبونی من بودم، منو پرورش دادم، منو پرورش دادم. خب کرمی جون، شما بالاخره نگفتی که تلفنی من از کجا آورده این آقا لگه با ایشو محمد امیری؟ این آقلا این خیلی عباس تو امریکا عزیز کرد. چیزی به شما نگو؟ جلبی بود. چجوری دو تا کارو با هم دیگه انجام میدی؟ یا اونو اوتو کن یا بذارش کنار برو بشین گریه کن. این گریه از خوشحالیه. میشه لطفا از این مدل خوشحالی ها نکنی؟ خوشحالی خب بخن. کتاب خلبان جنگ نوشته اگزوپری رو میخوندم. توش نوشته لباس خلبانی بوی مرگ میده. من
نوشته هر وقت اونو تنت میکنی نمیدونید خودت درش میاری یا کسی دیگه از تنت درش میاره. آنی جان، من وقتی اون بالام بخوای ذهنتو با این چیزا پر کنی داغون میشه. حالا کتاب قد بود تو این اوضاع اول نشستی اونو خوندی؟ نمیتونم بهش فکر نکنم. میخوای یه مدت تا وقتی اوضاع جنگ مشخص بشه بری پیش خانواده‌ات؟ نه، منم مثل ملیحه چشم به آسمون منتظرت میمونم. I used to look at the sky waiting for you. فقط رو خدا برگرد سعید. چشم دعا کن. حالا بذار عشقاتو پاک کنم. نکن راست. بنابراین بعد از پایان مرحله اول عملیات به پایگاه برمیگردیم و منتظر میشیم برای شروع مرحله دوم دستورات لازم ابلاغ بشه. اما نکته پایانی و بسیار حائز اهمیت این که جنگ ما با عراق یک جنگ کاملا نابرابر و ناعادلانه است. بنابراین اولویت اول ما حفظ تجهیزاتمون خواهد بود. در شرایط مساوی برای تأمین خسارت اگر ما تجهیزات و هواپیماهامون رو از دست بدیم در واقع بازنده ای. عراقی اگه یه هواپیما از دست بدن بلافاصله یه پیشرفته تر جایگزین میکنن، در صورتی که برای ما متاسفانه این امکان وجود نداره. شاید همون هم نتونیم دیگه تامین بکنیم. نکته دیگر نکته دیگه ای نیست. انشالله در پناه حق موفق و معید باشید و توفیق از اوست. یا علی، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. شیردن در عقبشو چک کردی؟ میدونی اوتومته؟ بریم برو بچه ها زودی باشی به ترافیک نخوریم. ها محمد جون جونم داداش شب که خروس بکنم اوتومارونت برم باشر دارم عباس جون برفت به سلامت برم جان. به سلامت تو رو خدا مواظب خودت باش.
اولین پروازمه؟ اولین عملیات جنگیته. احساساتی نشو بالام جان. نه ترس. کاری نمی کنم جای تو فرمانده پای باشم. من اصلا اهل پشت میز نشستن نیستم. جناب سرهنگ، تلفن داری. ستم فرمانده نیرو. عباس. تو هم مراقب خودت باش. لازمه. سرهنگ، خسته نباشید. سلام جناب سرهنگ. خدا قوت، حال شما خوب انشالله. ممنونم. الان گزارش اومده که قراره توی این عملیات خودتون هم شرکت کنید. همچین قراری نداشتید. جناب سرهنگ، من قبلا راجع به شرایط با جناب سرهنگ دلتانی کاملا صحبت کردم. الان هم فرم پرواز پر کردم، دارم میرم آلرت. حکم فرماندهی صادر شده. قید شده پرواز نکنید. بهتره اجالتاً این پرواز رو انجام ندید تا بعد فرماندهی نیرو تصمیم بگیره. جناب سرهنگ، ببخشید جسارتاً، عجیب نیست که الان بنده مثلا به عنوان فرمانده این پایگاه نتونم برای خودم مجوز پرواز صادر کنم. ببین، توی این نامه تاکید شده شما باید مدیریت و فرماندهی این عملیات رو عهده دار باشید. خب همین کارو داریم می‌کنیم. من تا ترجیح میدم با مسئولیت خودم در کنارشون باشم. از گوشی حضورتون سلام جناب سرهنگ. چطوری؟ سلامت باشین انشالله. خوبین شما؟ انقدر کرده شکی نکن پسر. حکمت اومده. من که هنوز تو کارتابلم هیچی ندیدم. دلمون براتون تنگ شده آقا به خدا. زحمتمونو کشید. باز حرف رو عوض نکن. تو باید عملیات رو مدیریت کنی.
هم کار کن. خیلی عالیه. شب وسط با ببینی منصور خیلی ساده است. زیاد سخت نیست، فقط باید ملایم باش برخورد کنی. خون سر خیلی عالیه. آروم شده خیلی راحت. خیلی جالبه، مثل از سواری میمونه یه جورایی. آره خیلی شبیه. اگه زیاد مثل از دهان از بگیجه از شروع کنه چموش بزنه با اینم همون شکلی. بعد باهاش خون سرد آروم برخورد کنی. خیلی ملایم. خیلی عالیه کیبا. آروم بذاری سمی. خیلی عالیه. ببخشید من یه لحظه خواهش میکنم. الو سلام. آروم مگه اتفاقی افتاده؟ حالا لیلی برگردش کن. یعنی چه شده؟ امروز صبح علائم حیاتی نوسان پیدا کرد. علیرضا الان تو چه وضعیتیه؟ دارم بهش رسیدگی میکنم. شورای پزشکی در میون نکنه اعلام کنن مرگ من. ببین من اهل خودمو میرسونم. خداحافظ. ببخشید آقای کرامی، شما نمیتونید برید داخل آی سی او. چرا؟ من که اجازه دارم. بله، ولی امروز یه وضعیت اورژانسی پیش اومده، فعلا ممنون ملاقاته. پس میتونم دکتر حاجیان رو ببینم؟ ایشون رفتن کمیسیون پزشکی، طبقه اول. ممنون. سلام. 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 تونستیم با دکترش حرف بزنی؟ دوستی کلمه حرف زدیم. با که رسیدیم داشت میرفت تو جلسه کمیسیون پزشکی. گفت یه ساعتی جلسه دارم. چرا حالش بد شده؟ به مام چیزی نگفتم. ولی ظاهرا صبح که پرستار میره وضعیتش رو چک کنه متوجه میشه علایم حیاتش اونجوری که باید باشه نیست. فشارش خیلی بالاست. بچه‌م تبم داره. من یه سر میرم بالا آی سی یو. جلسه‌شون تموم شد و من یه زنگ بزن. چشمم بسید. سلام آقای کرم. سلام. اینم پسرم حسین. سلام. سلام. خوشبختم. خیلی دلم میخواست شما رو ببینم ولی نه تو این اوضاع. چطور؟ امید زیادی به برگشتن لیلی نیست. میدونید فکر میکنم اگه لیلی از پیش ما بره خودش اینطور خواسته. بچه خانومه دیگه. ببخشید من شما رو تنها میذارم، میرم با پدر مادر لیلی صحبت کنم. به نظر خیلی خسته میام. انتظار آدمو پیر میکنه. آدم با انتظار به دنیا اومده. همیشه منتظریم. متولد چه سالی هستی؟ 58. نوزاد انقلاب. کودک جنگ. بچه شهید دیگه. ماشاءالله به این روحیه. الان خوبم. بچگی آسی بودم و شهر. آسی و شهر؟ متشکرم. خسته نباشید، باهاتون تماس میگیرم. سلام. سلام. خسته نباشید. جای امیدواری هست. توکلتون به خدا باشه. ما همه تلاشمون رو انجام میدیم. شما که هر روز ما رو امیدوارتر میکردید، پس چی شد؟ تشریف بیارید با هم صحبت کنیم.
من قبلنم بهتون گفته بودم مریضی که به کما میره وضعیتش ناپایداره، میتونه هر لحظه اوضاعش بهتر بشه یا وخیم بشه. پس چیزی که راجب عکس العملش گفتین چی؟ شما گفتین لیلی احتمالاً صدای اطرافش رو میشنوه. دارین با ما بازی میکنین؟ چرا؟ نکنه لیلی شده موش آزمایشگاهیتون؟ آقای کرمی، من هنوزم رو حرفام هستم. میتونم مقالاتی که از نظر علمی هم این مطلب رو تایید میکنن بهتون نشون بدم. ولی همون علم الان نشون میده که بدن خانم شما دچار عفونت ناشناخته شده. خب میتونین کاری براش بکنی؟ تصمیم کمیسیون پزشکی بر اینه که ظرف 72 ساعت خبره ترین تیم پزشکی بیمارستان تلاش کنن تا بتونن عفونت رو کنترل کنن. اگه نتونستن؟ همون موقع راجبش تصمیم میگیریم. چه تصمیمی؟ مطمئن باشین که هر تصمیمی که گرفته بشه بدون موافقت خانواده بیمار نخواهد بود. آقای کرمی، یه مطلبی خیلی ذهن منو مشغول کرده، البته فقط نظر شخصی خودمه. امیدوارم اگه مشکلی پیش اومد خدایی نکرده از این حرف من عصبانی نشین. همه چی داشت خوب پیش میرفت. من اصلا انتظار نداشتم حال لیلی بد بشه، ولی فکر میکنم که این یه نشون است. انگار لیلی میخواد که با این نشونا ما رو از چیزی خبردار کنه. نذاریم پدر مادرش بیمارست نباشم. اجرا میشه. تمام.
باشی. خدا قوت. چکرین سر. خسته نباشی. چطوری عشقی؟ چکرین. بعضی وقتا یه کارهایی میکنی، آرتیست بازی میکنی. چطور میگه؟ چطور مگه بگم؟ آه. فیلم که نیست، جنگه. نکنه این کارا. مدرسه بیرم که پشت سر تو بودم. خب کجا دیدی؟ بالاخره دیگه. حالت خوبه بالام جا؟ خدا قوت. خسته نباشی. چطوری؟ بچه ها فعلا استراحت کنی، اما استنبایی باشین تا دستور مرحله دوم عملیات صادر بشه. باشه. حسن باشه. من رفتم. سعید یاد نرو. حسن باشه. گل باشی. باز دارم. حسن باشه. مرحله دوم کیه؟ اگه همه چی طبق پیشبینی جلو بره احتمالاً طرف های زور. من چرا هم چی میکنه؟ چرا نمیاد پایین؟ انگار انفرادی به چسبیده بابا. برم صداش کنم؟ بدش کنم، بذار تنها بشه. خالقه من جان یتیمه، سر جانم قربان. محمد اومد پایین، بگوی سر بره دفتر عباس. خب محمد رضا، من واسه همه اون شرمنده خودت کردی جناب سرنگ. بالام جان من هنوز همون عباسم. تو ما رو شرمنده خودت کردی که نرفتی خانوادتو ببین. عملیات بود، مگه میشد نباشم؟ بایزی من میرم یه گشت باید بزن. بفرم. قشنگه؟ امم آخلاما نگارم، آخلاما دو بس موشا غنجیر یخش سان سیز برده ایز چوخ یخشی. من ما تامنان اتور تشتون حبسه زنن اتانه را الان تو هش خبرم بار سابا یخ بیروشون دادگاه سنون حکمی بلنر. Gerek mezdi bu işi özünden görsün. Daha sözün danışmayak. Derem Cenab-ı Serheng çok yakışı adamdır. Abbas olmasaydı Allah bile ne başıma gelirdi. Oğlum boyu çekip kişi olurdu. Dünen anadan olan günüydü. Mübarek olsun. Kaş olaydın. Taş içimiziydi. Uşak yattı. Doyunca dağladım. Telafisini çıkardırım. İnşallah üçümüz giderek İmam Rıza'nın ayak etmesine. Cenab-ı Serhangi de dua edecek. Abbas ağa. Abbas ağa sağ olsun. Oğlum be. Çok şükür. Ya ben Ali Baba. Durun bu tayyaranı. Buyur. Allah razı olsun. Bombaş kur. Donbaş'a koca mı dedi? Çay mı koyu baba? Çay mı koyu?